درود بر همیهنان گرامی، امروز دوشنبه 27 اردیبهشت با خلاصه مهمترین خبرهای آواتودی در خدمت شما هستم. جیمز لانگفورد، سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا، ضمن ابراز نارضایتی از اصرار رژیم ایران بر فعالیت‌های تروریستی از دولت جو بایدن خواست گفتگو درباره برنامه اتمی ایران را متوقف کند. جیمز لانگفورد با تاکید بر شکست توافق هسته‌ای امضا شده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما پیش بینی کرد که با اصرار ایران بر فعالیت‌های تروریستی هر گونه توافق جدید نیز به شکست منجر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، حکم اعدام جوان 25 ساله‌ای به نام بهزاد عدل روز شنبه 25 اردیبهشت در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد. بهزاد عدل اعلام کرده بود که وی تحت شدیدترین شکنجه‌ها، کتک‌کاری و تهدید به زیر گرفتن مادر بزرگش در بازجویی اقرار به اتهامات کرده و نهایتاً او را به اتهام زنا به عنف با اکراه 3 بار با طناب بالا کشیدند و 2 ساعت جسدش بالای دار بوده است. هنری تافور، مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، روز دوشنبه از اعضای گروه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان و اتحادیه اروپا خواست که مازاد واکسن ویروس کرونا را به برنامه جهانی تقسیم واکسن معروف به کوواکسن اهدا کنند تا کمبود آن در کشورهای فقیرتر را کاهش دهد. هنری تافور گفت اهدای دوزهای اضافی یک اقدام حداقل ضروری و اضطراری برای جبران کمبود واکسن است. شاهزاده فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه پادشاهی عربی سعودی و همتای آمریکایی او آنتونی بلینکن، روز یکشنبه 16 می در گفتگوی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و به ویژه تحولات مربوط به فلسطین گفتگو و تبادل نظر کردند. دو طرف در این گفتگو همچنین به روابط مستحکم و استراتژیک ریاض واشنگتن پرداخته و راه‌های تقویت این رابطه را بررسی کردند. به گزارش رسانک، سحرگاه امروز 27 اردیبهشت ماه 1400، یک شهروند بلوچ به نام مهران نارویی، فرزند خداداد، اهل نصرت آباد دوزاب، در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. مهران از روز شنبه 25 اردیبهشت ماه 1400 به قرنطینه زندان مرکزی دستگرد جهت اجرای حکم منتقل شده بود. مسئولان زندان طی تماس با خانواده او خبر دادند که برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند. 3 روز پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که کشورش پیشنهاد آتش بس را که از سوی گروه تروریستی حماس وابسته به جمهوری اسلامی ارائه شده نمیپذیرد، رسانه‌های اسرائیلی نیز روز یکشنبه 26 اردیبهشت نوشتند که رهبران سیاسی اسرائیل گفتند که در حال حاضر علاقه‌ای به ابتکارات مربوط به آتش بس ندارند. روزنامه تایمز اسرائیل خبر می‌دهد که رهبران سیاسی اسرائیل به صراحت اعلام کردند که علی‌رغم پیشنهادهای زیادی برای متوقف کردن جنگ، در حال حاضر به دنبال آتش‌بس با گروه‌های غزه نیستند. 231 کنشگر مدنی و سیاسی از 50 شهر و 25 استان ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم ایران با نمایشی خواندن انتخابات ریاست جمهوری 1400 خواستار تحریم آن شدند تا حکومت ضد مردمی تداوم نیابد. هدف از تحریم انتخابات 1400 در این نامه گزار خشونت پرهیز و سلطجویانه از نظام ولایت فقیه در راستای دستیابی به یک قانون اساسی دموکراتیک و سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان شده است. مؤسسه پژوهش‌های ملی آمریکا تحقیقاتی را در مورد موج نفرت پراکنی‌های اخیر و هشتگ‌هایی مانند کووید 1948 انجام داده که نشان می‌دهد اقدامی سازمان یافته برای ترند شدن آن انجام گرفته است. این پژوهش که روز 24 اردیبهشت در رسانه‌های آمریکا منتشر شده، نشان می‌دهد گروهی از کاربران تحت الحمایه جمهوری اسلامی موج‌های عظیم یهودی ستیزی را با عناوینی همچون مرگ بر اسرائیل ایجاد کردند. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، شب روزگارتان خوش.